برای درست کردن محوطه اطرافمون ما یه طرحی رو توی اتوکد زده بودیم که این طرح بود. نمای تاب میذارم، اسنپ رو برمیداریم، فعلا میایم زوم میکنیم روی شکلمون، با لاین و اسنپ دو شروع میکنیم به ترسیم کردن. البته این ترسیماتمون رو میتونیم انتقال بدیم به خارج کار و اکسترود کنیم به اندازه 1/3. زوم میکنم، شکل رو کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی. نمای تاپ و با استفاده از سلکت سطح بالایی و پایینی رو انتخاب میکنیم. وقتی که F0 رو بزنیم بیشتر این حالت قرمزیه که خودش رو نشون میده، بنابراین لازمه که یه کاری بکنیم که این قرمزی دیگه دیده نشه. وقتی که کلید F2 رو بزنیم دیگه این قرمزی دیده نمیشه و با F3 خیلی راحت میتونیم زیر کار رو ببینیم. این ست میکنم، میگم به اندازه 300 این کار جمع بشه. میبینی کاملا دقیق در میاد. F3 رو هم دوباره فعال میکنم، اکسترود میکنم به اندازه -300 به سمت داخل تا این فرورفتگی ایجاد بشه. این رو هاید میکنیم، زوم میکنیم. چون اینا رو توی اتوکد از روش باندری درست کرده بودیم، این رو از حالت گروپ آزاد میکنم و این سطوح رو خیلی راحت ما میتونیم بیایم اکسترودشون کنیم به اندازه 300. فقط اسپلاینش رو من یه ادیت میکنم، اینجا رو نیاز نداریم. این اسپلاین هم دقیقا باید تو راستای اسپلاین بالایی قرار بگیره که اسنپ رو روشن میکنم و رو میدازیم اینجا و این نقطه رو هم که دیگه نیازی نداریم. حالا این اکسود رو کپی میگیرم و جاهای دیگه پیست میکنم. میبینید وقتی که از روش باندری استفاده کرده باشیم به این سرعت کارمون انجام میشه. به نظرم بهتره این 1/100 بشه و این کناری ها هم 15 بشن. این عدد رو کنترل سی میگیرم و به راحتی توی این بازه کنترل وی میکنم. اینجا هم کنترل وی، اینجا هم کنترل وی. وقتی که انجام شد اینها رو میتونیم دیتچشون کنیم از گروه اولیه و یه گروه جدید درست کنیم. آن هاید میکنم و اینا رو میارم روی سطح کار. الان وقتی که نگاه بکنیم یه مقداری شکلمون به نظر شکسته است. درسته، برای درست کردن اون فقط کافیه که بیایم توی ادیتیبل اسپلاین اینترپولیشنش رو اداپت کنیم و برای این یکی ها هم به همین صورت. میبینی که خیلی سریع گرد میشه. گروپ رو کلوز میکنم. برای اون ورق کار هم بعد این رو کپی کنیم و ببریم. کپی میکنیم، و این هم برای اون سمت کار.
سطح بالاییش بعد از یه چمن استفاده بشه برای پوششش. بنابراین با این ست کمی جمعش میکنم و اکسرودش میکنم به سطح پایین تر. این سطح بعد تبدیل به چمن بشه، بنابراین دیتچش میکنم و متریال این رو هم مینویسم گراس. رنگش هم سبز میکنیم که تشخیص بدیم که بعد اینها تبدیل به گراس بشن. دوباره تو نمای تاب میزنم. کنار این هم یه همچین چیزی داشتیم که بعد این هم اکسترود بشه. چون پهنای این سیه، مقدار این رو 40 میذارم. کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. تو نمای تاب اسنپ خاموش، حتما میایم سلکت آبجکت رو انتخاب میکنیم، سطوح بالایی کار رو انتخاب میکنیم و اینست میکنیم. مقدار اینستمون بعد دقیقا به اندازه سطح زیر کارمون باشه که با افسه میتونیم سطح زیر کار رو به خوبی ببینیم. اکسترود میکنم به اندازه منفی 300 به داخل کار. چون کارمون سنگه، بهتره که گوشه های کار اسموس باشه. بنابراین اینها رو انتخاب میکنیم. یا میتونیم با Alt و Q راحت‌تر ببینیم و انتخابامون رو گسترش بدیم. باز کلیک میکنیم، چمفر رو انتخاب میکنیم، مقدار عددی چمفر زیاده، کمش میکنیم و در نهایت هم یه سری سگمنت اضافه میکنیم که نرم بشه. و با اسموس هم کاملا نرمش میکنیم. که توی این ابزارهایی که قرار دادیم اسموس اینجا قرار گرفته. خیلی راحت اوتو اسموس هم میزنم تا این کاملا نرم بشه. این هایی که درست کردیم رو تو نمای تاب میذارم و همه رو انتخاب میکنم. البته زیر کار رو دیگه میتونیم ببندیم گروپش رو و حتی فریزش هم کنیم. اینها رو موو میکنم. باید روتیت بشن. حتما انگل اسنپ روشن باشه و این رو به اندازه 90 درجه روتیتش کنیم. سطح بالاییش رو جا گذاشتیم. مهم نیست. این رو هم 90 درجه روتیت میکنم. مووش میکنیم با اسنپ 3 و میذاریم سر جایی که باید باش. این هم از این. قفل رو خاموش میکنم. این بعد روتیت بشه تحت این زاویه. خیلی دقت بکنید که همگی با همدیگه روتیت بشن. این بعد موفشه. و گذاشته بشه کنار کار که به عنوان پایه ستونمونه. اینها یه فاصله ای دارن. دوباره تکرارش میکنیم. خب
این پایه رو هم اینجا میذاریم. یه پایه دیگه هم این گوشه میذاریم. برای یه کف سازیمون من از یه رکتنگل استفاده میکنم. رکتنگل رو به این صورت ترسیم میکنیم. ابعادش باید 1 در 1 متر باشه. اینو میذاریم این گوشه کار. اکسترودش میکنم به اندازه 3 سانت. کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. تمام اچ هاش رو کنترل ای میکنیم. با چنفر کمی نرمش میکنیم. البته قبل از نرم کردن اجی که اینجا داره رو با چنفر کمی پخ میزنم. آلت کیو بگیریم. کل اج های دور رو انتخاب میکنم و چنفر میکنم. مقدار پخی رو روی 500 میذارم و اوکی میکنم و کنترل A دوباره چنفر، ولی این بار یه سری سگمنت جدید هم میدم و پهناش رو کمتر میکنم. حتما بعد از اتمام کارتون اوتو اسموس رو هم بندازید روش. میایم با اری تولز، اری پریویو. البته پریویو قبلی به دردمون نمیخوره. میگیم توی راستای محور ایکس به اندازه 1 متر رو 5 سانت نسبت به همدیگه فاصله داشته باشن. تعدادشون رو بیشتر میکنم تا به سمت همسایه هم برن. تو راستای دیگه هم میخوام این رو گسترش بدم. تودی رو میزنم. میگم تعداد بیشتری میخوام و راستاییم که میخوام محور وای هاست و میگم این هم 1 متر و 5 سانت فاصله داشته باشه. منفی 1 متر و 5 سانت تا به سمت پایین بیاد و ما یه همچین شکلایی داشته باشیم. این رو اوکی میکنم. به صورت کپی قرار میدم. شکلا رو با سلکتی مولار انتخاب میکنیم. Alt کیو میگیریم. بعضی از اونایی که هم خانوادش بودن رو داره بهمون نشون میده که ما فقط اینها رو میخوایم. میتونیم به این شکل کار کنیم که اینجوری انتخاب کنیم. دوباره Alt کیو بگیریم. کل شکل رو کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. همه اینها رو به همدیگه اتچ میکنم. چون تعدادشون زیاده با اتچ لیست این تعداد رو به هم اتچ میکنیم. کنترل A و اتچ. وقتی که اتچ شد نیازه که از سطح پایین بیایم اینا رو بولین کنیم. چرا که زیرش ما میخواییم از یه چمنی استفاده بکنیم که از این مابین اومده بالا و با سنگ ترکیب شده. بنابراین این دوتا رو کنترل A ببخشید Alt کیو میگیرم. کنترل V به صورت کپی. یه مقداری اسکیلش میکنم تا بزرگتر بشه. و سطح زیر رو هم باید یه کمی بزرگتر کنیم. این دوتا اج کناری رو انتخاب میکنم. طولش رو بیشتر میکنم. این یکی اج رو هم انتخاب میکنم و طولانی ترش میکنم. البته میتونیم این پولیگان رو بیایم دیتچش کنیم تا بعداً با خیال راحتر به این چمن بدیم. حالا میایم این و سطح زیر رو با همدیگه Alt کیو میگیریم. حتما بعد این سطحی که میخوایم از کارمون حذف کنیم به این شکل از بینش گذشته باشه. سطحی که میخوایم باقی بمونه رو انتخاب میکنیم.
میایم توی جیومتریا کامپوند آبجکت بولین رو میزنیم، پیک میکنیم و شکلمون رو حذف میکنیم. یه مقداری زمان میبره چون تعداد اینها زیاده. بنابراین من پاوز میکنم و بعد از انجام شدن دوباره توضیح میدم. کار بولینمون به اتمام رسیده. شینو خاموش میکنم. این شد کار نهاییمون. حتی میتونم یه کمی اینها برم پایین تر که زیادی بالا هم نباشن. برای درست کردن نمای کارمون از اطلاعاتی که توی اتوکد کار کردیم استفاده میکنیم که این کار رو توی ترک بعدی بهتون توضیح میدم.